درود بر شما، سیامک دهخانپور هستم. در 12 فروردین 1400 به ویژه برنامه صدای آمریکا بحران مشروعیت 42 سال بعد خوش آمدید. احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور وقت در 11 فروردین 1358 درباره رفراندوم جمهوری اسلامی گفته بود: پیشنهاد کرده بودیم رفراندوم به صورت رأی به جمهوری اسلامی یا جمهوری تغییر پیدا کند، یا سوالات به شکل پاسخگویی به جمهوری اسلامی یا انواع مختلف جمهوری طرح شود. اگر پیشنهادهای ما به اجرا در می آمد، فکر نمی کنم مسئله تحریم رفراندوم پیش کشیده می شد. در توییتر و تلگرام صدای آمریکا پرسیدیم اگر امروز در ایران یک رفراندوم برگزار شود، رأی شما به جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ همطور که می‌بینید 93% در توییتر صدای آمریکا پاسخ ندادن، 7% پاسخ آری دادن، تقریبا همین نسبت هم در تلگرام هست، 91-9، حدود 16000 بیش از 16000 نفر در این نظرسنجی در یکی دو روز گذشته شرکت کردند. 42 سال پیش در روزهای منتهی به همه پرسی 12 فروردین 58 چه گذشت؟ به حکومت اسلام، به جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیاد و یک نه حرف کم. متاسفانه نمیتونیم در رفراندوم شرکت بکنیم. که محتوای جمهوری اسلامی برای من مفهومی نداره فعلا، اینه که من شرکت نکردم و فکر میکنم تمام ترکمن هام در این رفراندوم شرکت نکنن. در جمهوری اسلامی تمام اقلیت ها حق حیات دارند، حق دارند در سرنوشت خودشون دخالت کنند و نظارت کنند. دولت مرکزی حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت برای اقلیت ها رو نداره. این مسئله نیست که من الان عنوان بکنم. دیشب و پریشب در تلویزیون گفتم که حرف من نیست یا حرف دولت نیست، حرف رهبر انقلابه. بعد از رفراندوم شرکت کردم و به جمهوری اسلامی رأی منفی دادم، به دلیل اینکه شناخت کافی از مذهب سیاسی و مذهبی اسلام نداشتم. هنوز شرکت نکردم. دلم خیلی میخواست شرکت کنم ولی هنوز از محتوای جمهوری اسلامی هیچ گونه اطلاعی ندارم. ممکنه بپرسم چرا رأی ندادی؟ با اینکه من اولا که قانون اساسی جمهوری اسلامی به اونسر نخونده بودم، اطلاعی نداشتم. مثل 90% از خاصی که رأی به جمهوری اسلامی دادن ولی از قانون اساسی خبری ندارم، یعنی اطلاعی ندارم. همونطور که من تو گزارش ها حتی دیروز که تو تلویزیون بود دیدم، حتی از کسی که به جمهوری اسلامی رأی داده بودن نوشتن که شما در مورد این حکومت اطلاعی دارین یا به اصطلاح مطالعه کردین، یعنی گفتن نه، ما هنوز تصمیم داریم در آینده بریم دربارش مطالعه کنیم. فکر نمی‌کنم صحیح باشه. حزب دموکرات کردستان ایران و طیف گسترده‌ای از احزاب کرد رفراندوم فروردین 58 رو تحریم کردند. گروه‌های خواهان جمهوری دموکراتیک ایران بودند. حسن شرفی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران: ناچار کردن مردم ایران را که تحت تأثیر احساسات غلبه بر نظام سابق و سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم، آنها را ناچار کردند که بین بد که مردم علیهش انقلاب کرده بودند و رژیمی که محتواش معلوم نبود و بعدها الان میبینیم که بدتر بود، بدتر رو انتخاب بکنند. خوشبختانه در این رفراندوم احزاب کرد، حزب دموکرات کردستان ایران و مردم کردستان در این رفراندوم شرکت نکردند، به دلیل اینکه اولا محتوای جمهوری اسلامی معلوم نبود، رژیمی هم چه رفته بود دیگه برگشتنی نبود. بنابراین مردم کردستان با تحلیل درستی از اوضاع داشتن، میدونستند رژیم ایدئولوژیک، آن هم از نوع واپسگراش تحت عنوان جمهوری اسلامی، نه میتونه خواستای مردم ایران رو برآورده کنه، نه دموکراسی رو در ایران برقرار بکنه، نه رعایت حقوق بشر رو بکنه، نه آزادی ها و مساوات بین زنان و مردان رو مد نظر قرار بده. باید در آینده به برنامه نگاه کنیم و به محتوای برنامه های ارائه شده و تنوعی که در گزینه‌هایی که مورد رفراندوم قرار می‌گیرند
مردم توجه کنند. امیدوارم رفراندوم آینده رفراندومی باشد که تحقق خواستهای دموکراتیک مردم ایران و مردم کردستان را پاسخگو باشد. بعضی گروه های چپ خواهان تشکیل جمهوری خلق ایران بودند. حزب توده رأی داد اما سازمان شریک های فدایی خلق در رفراندوم شرکت نکرد. مهدی فتاپور سخنگوی وقت شریک های فدایی خلق ایران از آلمان. ما در مقابل این سوال قرار گرفتیم که در مقابل این انقلاب چه بکنیم. ما منظورم سازمان شریک های فدایی خلق در اون زمان طبیعتا مخالفت با نظر آقای خمینی هزینه دار بود، تو مردم پشت او بودن، قدرت دست او بود و مهمتر از اون کسانی که حمایت میکردن از ایشون بخششون نیروهایی بودند که آماده اعمال هر نوع خشونتی در برابر نیروهای مخالف بودند. ولی ما تصمیم گرفتیم به دلیل این گامی که مسیر نادرستی رو در مقابل کشور داشت باز میکرد، همه هزینه ها رو بپذیریم و اعتراض بکنیم. رفراندوم و تصمیم گیری مردم در شرایطی عملیه که در یک شرایط آرام سیاسی امکان بحث و مشاوره و تبادل نظر در رابطه با اون مضمون رفراندوم یا مضمون اون تصمیم گیری فراهم باشه و این عموماً با تشکیل یک مجلسی در جریان انتخابات با بحث‌های مکرر رو اینکه هر کدوم از نمایندگان میخوان چی چیزی رو پیش ببرن و میخوان چی کار بکنن امکان پذیره و رفراندومی هم اگر صورت بگیره در شرایطی که از اون شرایط ابتدای گذار کمی فاصله گرفته شده باشه و مردم آگاه شده باشن، آلترناتیوهای مختلف رو در مقابلش قرار گرفته باشن، امتیازاتش رو شنیده باشن و بتونن تصمیم بگیرن. در غیر این صورت این اقدام یک اقدام غیر دموکراتیکه و رأیی که مردم میدن در واقع یک رأی سوری است و میتونه چند سال بعد نظرشون کاملا ضد اون رأی باشه که داد. روزنامه اطلاعات در 11 فروردین 58 از تظاهرات بلوچ‌ها در زاهدان خبر داد که شعار میدادند آریانه یک حقه جدید است. در چابهار و ایران شهر هم تجمعاتی در حمایت از جمهوری دموکراتیک برگزار شد. حبیب الله سربازی دبیرکل حزب بلوچستان راجی توپاکی: به نظر من درسی که از رفراندوم 58 میشه گرفت اینه که ما باید از رهبری فردی بگذریم. انقلاب هایی که شکل میگیرن الزاما نباید رهبر داشته باشن. مخصوصا در ایران انقلاب 57 که شکل گرفت یک رهبر به نام خمینی داشت با یک ایدئولوژی خاص، به نام جمهوری و اسلامی حکومتی آورد که نه جمهوری و نه اسلامی، و چون مردم اون رو همراهی میکردن، جمع غفیری از مردم عرض میکنم خدمت شما، و نه مناطقی مثل بلوچستان، کردستان، ترکمن صحرا و مناطق دیگر که ما خودمون شاهد هستیم که در ترکمن صحرا درگیری های شکل گرفت، در بلوچستان، در کردستان اتفاقات چطور رقم خوردن که رأی داده نشد، در مناطق دیگر هم همینطور بودن. ما اینها رو ملت هایی میدونیم در جغرافیای کنونی ایران. اینها اگر در یک رفراندوم دیگری به سبک جمهوری اسلامی مشارکت داده بشن، حقوقشون تضمین نخواهد شد. همین شرایطی که ما الان داریم میبینیم که بلوچستان چطور به حاشیه رونده شده. پس یک رهبری باید یک رهبری توافقی باشه، بین تشکیلاتی باشه. این رهبری باید بتونه حقوق مناطق مختلف رو تضمین بکنه. در غیر این صورت یک رفراندوم دیگر که 5 میلیون نفر آرایشون اصلا محسوب نشه، با وجود اینکه از لحاظ هویتی، از لحاظ زبانی، از لحاظ فرهنگی یک فرهنگ، هویت، حتی مذهب دیگری دارن، این به یک تنش مجدد، به یک درگیری مجدد، به یک اپوزیشن مجدد منجر میشه که تداوم خواهد یافت، حالا این بار با نام دموکراسی. رفراندوم در شرایطی برگزار میشد که افسران و مقامات دولت سابق اعدام میشدند. از شاهزاده رضا پهلوی پرسیدیم از اون رفراندوم چه درسی میتوان برای یک رفراندوم در آینده گرفت. پاسخ مکتوب ایشون رو بشنویم. در 12 فروردین 58 مردم نمیدانستند به چه رأی میدهند که اگر میدانستند پاسخشان همچون امروز یک نه بزرگ به جمهوری اسلامی بود. اما در رفراندوم بعد از سقوط جمهوری اسلامی مردم باید دقیقاً بدانند به چه نظامی و با چه قانون اساسی رأی می‌دهند. همانطور که همیشه گفتم، برای من محتوای نظام حکومتی
آینده ایران مهم است نه شکل آن. نظام آینده ایران باید دموکراتیک باشد، یعنی در آن قانون برآمده از رأی اکثریت مردم حاکم باشد، با این شروط مهم که حقوق اقلیت و جدایی دین از حکومت تضمین شده باشد. رأی من به چنین نظامی فارغ از اینکه پادشاهی باشد یا جمهوری آری خواهد بود. رضا پهلوی. در رفراندوم فروردین 58 به ادعای مسئولان حکومتی حدود 98% به جمهوری اسلامی رأی دادن. اما آیا این تمام حقیقت است؟ عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند. معمولاً رفراندوم ها در یک زمان تقریباً چند ماهی، حداقل 6 ماه میگن که نیاز داره که دیدگاه های مختلف بحث بشه، مخصوصا وقتی تغییر نظام هست. حالا یه موقعی هستش که شما یه بحث اصلاحاتی دارید روی موضوعی. خب میدونیم که این رفراندوم 2 ماه بعد از ورود آقای خمینی دقیقاً انجام میشه و اون فضایی که هست اساساً اجازه طرح مباحث مختلف در مورد نوع نظام جایگزین یا نظام های مختلف جایگزین اصلا داده نمیشه. از سوی دیگه میدونیم که اون رفراندوم در اصل یک رفراندوم نبود که با یک شاید بشه گفت فریبکاری تبدیل به رفراندوم آری شد، چون اصل اون سوال که در صد مردم هم به نوعی جواب دادن بود که شما نظام مستقر که حالا اونها هم تو اون برگه رأی هم می‌نویسن نظام پیشین رو می‌خواید یا نه، اما یعنی همچین رفراندوم می‌شد مشروعیت داشته باشه. شما یک نظام مستقر می‌پرسید آیا شما می‌خواید این نظام باشه باشد یا نه، می‌خواید یک نظام جدید باشه، بعد مردم می‌تونن بگن نه، بعد در مورد نظام جدیدش فرضاً 6 ماه بحث بشه و گزینه‌های مختلف بیاد. اما اون رفراندوم در اصل میاد یک موضوعی که ناشناس است، یک چیز موهومی به اسم جمهوری اسلامی رو می‌گذاره که شما به این آری می‌گویید یا نه، و برداشت مردم در اصل این است که شما اگه به این آری نگویید در اصل گویی که به آری به قبلیه گفتید. همون روزنامه‌های اون دوره رو که بررسی می‌کنید میگن یک چیزی اولش 23 میلیون حق رأی هستش، خودشون اعلام کردن اولش 20 میلیون رأی دادن که این دو تا عدد من تقسیم کنیم میشه 91%. از طرف دیگه میدونیم که بحث‌های مفصلی هستش که خب بهش اشاره شده که در صد بخشی از مردم، بخشی از مثلا در کردستان کاملا بایکوت کرده بودن اون رفراندوم. اگر همون جمعیت رو در نظر بگیرید این عدد در صد عدد بسیار عجیب غریبی هستش. و نهایتا نکته آخری که وجود داره این هستش که در صد تقلبات گسترده‌ای که در واسطه بسیاری از کسانی که در اون دوران بودن گزارش شده. خب اینها رو اگر بذاریم در کنار بسیار نکات ریز دیگه مثل 6 میلیون تعرفه اضافه، آرای باطله مساوی با صفر، آن چیزی که گفته شده، و سن رأی دادن 16 سال، همه اینها به نوعی یک جوری قصد داشتش که اون نتیجه دلخواه رو ازش استخراج بشه. اگر امروز رفراندوم مشابهی برگزار بشه فکر می‌کنید پاسخ چه خواهد بود؟ چون خوب نظرسنجی‌های متعددی در این سال‌ها از طریق مؤسسه گمان اجرا کردید. سال 12 فروردین 1398، دقیقاً 2 سال پیش که با 40مین مصادف بود 40مین سالگرد اون رفراندوم آری یا نه، یک نظرسنجی برگزار کردیم در اصل با تلاش کردن که اون رفراندوم رو دوباره دقیقاً مثل همون سوال، یعنی بنده مثل سوال آری یا نه به جمهوری اسلامی به نوعی بررسی کنیم ببینیم دیدگاه مردم چی هستش. در اون نظرسنجی نتایج نشون میداد که 79% مردم در یک جامعه که جامعه آماری ما هم بالای 19 سال و افراد باسواد هستن که میشه اولش 85% بزرگسالان ایران، 79% اون جامعه به جمهوری اسلامی نخواهند گفت. که در اون نظرسنجی هم باز دوره 68% مردم گفتند که خواهان جدایی دین از حکومت هستند و احکام دینی نباید مبنای قانون گذاری قرار بگیره، که اون هم باز دوره میدونیم که در تعارض اصلی با همون فلسفه جمهوری اسلامی هست. از طرف دیگه نظرسنجی اسفند 99 که اخیراً انجام دادیم در اون در مورد گرایشات سیاسی ایرانی هم پرسیدیم، خب اونجا دیدیم فقط 21% از مردم هستن که خواهان جمهوری اسلامی هستن، حالا یا خواهان اصلاح در چارچوب جمهوری اسلامی یا خواهان حفظ نظام و سیاست‌گذاری های رهبری و در صد اصولگرا و استاد طلب. در مقابل اون 21% میگیم که حضور 79% خودشون رو یا طرفدار براندازی یا طرفدار تحولات ساختاری و گذار از جمهوری اسلامی. 11 ماه بعد از رفراندوم جمهوری اسلامی، ابوالحسن بنی صدر به عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب شد. از آقای بنی صدر پرسیدم از آن رفراندوم چه درسی برای یک رفراندوم در آینده میتوان گرفت. پاسخ مکتوب ایشون رو بشنویم. همه پرسی مستند است به تعلق حاکمیت به جمهور مردم. بنابراین پرسش موضوع همه پرسی نمیتواند ناقض این حق و دیگر حقوق باشد. هرگاه ناقض حقوق نباشد، به ضرورت پرسش باید به طور کامل شفاف باشد. نه تنها پرسش باید شفاف باشد، بلکه عواملی که آن را ایجاب می‌کنند نیز
باید به طور کامل شفاف باشند. برای مثال همه پرسی با پرسش جمهوری اسلامی آری یا نه وقتی شفاف است که جامعه درک شفافی از آن پیدا کند. بسا قانون اساسی جدید بیانگر این جمهوری شفاف و در دسترس جامعه باشد، اگر نه همه پرسی همان می شود که همه پرسی 12 فروردین 1358 شد. ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهور ایران. آیت الله شریعت مداری 11 فروردین گفت نظرم این بود که به شکل سوالی مطرح شود که چه نوع حکومتی را می خواهید، اما به هر صورت رأی من به جمهوری اسلامی بود. او پس از اضافه شدن اصل ولایت فقیه در همه پرسی قانون اساسی شرکت نکرد. حسن شریعت مداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار از آلمان. اکثر مردم نمیخواستند به سلطنت رأی بدن و مجبور شدند به جمهوری اسلامی رأی بدن. اگر گزینه سومی که مرحوم آیت الله العظما شریعت مداری پدر من پیشنهاد میکرد، یعنی جمهوری در شکل سوال رفراندوم گنجانده شده بود، عده زیادی به جمهوری رأی میدادند و به هیچ وجه معلوم نبود که طبق ادعای اینان جمهوری اسلامی با 99% آرا پیروز شود. اگر بنا بشود که بار دیگر رفراندومی باشد که بنده از جزء یکی از امضا کنندگان اون بودم، این رفراندوم باید ابتدا رفراندوم آری یا نه به جمهوری اسلامی باشد. و اگر جمهوری اسلامی رأی نیاورد، که به احتمال قریب به یقین رأی نخواهد آورد، آن وقت یک رفراندوم اثباتی برای نوع نظام بین مشروطه سلطنتی و جمهوری سکولار پارلمانی باید صورت بگیرد و اینها موقعی عملی است، یعنی رفراندوم اثباتی دوم هنگامی عملی است که قانون اساسی هر دو به مردم تقدیم و تفهیم شده باشد و مردم به اندازه کافی خصوصیات نظامی را که به اون رأی میدن بشناسند. به غیر از این اعتبار قانونی کافی نخواهد داشت. البته این نظام بدون مبارزه مردم هم به یک رفراندوم تمکین نخواهد کرد. چه کسی برای برگزاری سریع رفراندوم جمهوری اسلامی عجله داشت و چرا؟ بهمن جلدی، مؤسس مرکز مطالعات ایران در کانادا. شخص آقای خمینی اصرار زیادی داشت که این همه پرسی به سرعت صورت بگیره. 12 روز پس از گذشت بهمن 22، احمد خمینی به برادرزنش صادق طباطبایی تماس میگیره و اعلام میکنه که آقای خمینی دستور داده ایشون برن در وزارت کشور و مراتب لازم برای برگزاری همه پرسی رو به سرعت انجام بده. علت این اصرار آقای خمینی چه بود؟ آقای خمینی نگران این بود که کنترل و هدایت افکار عمومی رو داره دست میده. مردم شاهد بودن که عمرای ارتش دارن قتل عام میشن، خبردار شده بودن که آتش زدن سینما رکس آبادان توسط طرفداران خمینی صورت گرفته، کارمندان دولت به صورت فعلی داشتن با پاکسازی میشدن. خب این نشون میداد به آقای خمینی که ممکنه اون نتیجه‌ای که خودش دوست داره نتونه بگیره. به علاوه اینکه یک شکست و شکافی در بین طرفداران خمینی داشت رخ میداد که چه نامی باید برای این جمهوری برگزیده بشه، ایشون به سرعت تصمیم گرفت برای جلوگیری از همه این موارد، برای کنترل افکار عمومی، برای به هم زدن توازن سیاسی و تثبیت اون نظریه ولایت فقیه، این همه پرسی رو برگزار. نشانه هست آقای جلدی که در اون زمان تخلف جدی یا تقلب صورت گرفته باشه؟ نشانه های زیادی وجود داره. هم در خاطرات خود صادق طباطبایی مطرح میشه که این آرا به نقاط مرزی نرسیده و پس از این هم که این آرا به نقاط مرزی رسیده، اینا اون صندوق ها رو دریافت نکردن در تهران که بتونن شمارش بکنن و اون صندوق هایی هم که در مرکز تهران دارن، اینا به صورت تصادفی انتخاب میکنن، شمارش میکنن و بعد اون شمارش رو به تمام صندوق های دیگه دارن تعمیم میدن. روزنامه کیهان هم در صفحه 2 و 3 دوازدهم فروردین این رو مطرح میکنه که شاهد این بوده که افراد با یه شناسنامه چندین رأی دادن یا فقط با یه کارت شناسایی رفتن رأی دادن، رأی های فعلی در صندوق ها وجود داشته و یا اینکه حتی این آرا خریداری می شده.
آقای جدی ناظر بین المللی در اون همه پرسی حضور داشته؟ در این همه پرسی نه تنها ناظر بین المللی حضور نداشته، بلکه حتی ازشون دعوت نشده بود که حضور داشته باشن، ولی ناظر داخلی هم حضور نداشته. یعنی هیچ کدوم از این گروه‌های سیاسی و احزاب حق داشتن یه نماینده بر سر صندوق‌های رأی رو ندارن که در انتها بتونه یه گزارشی برای حزبش یا مطبوعات یا حتی وزارت کشور تهیه بکنه. تمام برگزاری این همه پرسی و کنترل صندوق آرا فقط در دست طرفداران آقای خمینی. گزارشی هست آقای جلدی که استان‌هایی بودن به دلایلی نتونستن شرکت کامل داشته باشن در همه پرسی؟ استان کردستان به دعوت دو حزب بزرگش انتخابات همه پرسی جمهوری اسلامی رو بایکوت میکنه، درش شرکت نمیکنن. شهرهای دور و نقاط مرزی کشور هم یا بهشون این آرا رسیدگی نمیشه که بتونن اصلا برن رأی بدن، و یا اونهایی هم که این آرا به دستشون میرسه که رأی میدن، رأیشون مورد شمارش قرار نمیگیره. این صندوق ها هیچگاه به تهران نمیرسه که در اون زمان لازم اینا بتونن رأیشون رو مورد شمارش قرار بدن. مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی رو پیشنهاد کرده بود. روح الله خمینی گفته بود این اهانت به اسلام است. معنایش این است که اسلام دموکراتیک نیست. عبدالعلی بازرگان عضو ارشد نهضت آزادی ایران. اول اینکه رفراندوم حتما باید دموکراتیک باشه بر اساس حاکمیت ملت با همه تنوع و تکثر مردم، نه صرفا یه نظام فردی یا سلطنتی یا فقاهتی. دومی که رفراندوم باید برای انتخاب یک برنامه اجرایی دقیق باشه، یعنی یک کار اجرایی مدیریتی، نه صرفا یه شخصیت سیاسی و علمی یا روحانی و غیره. سومی که باید پرهیز کرد از خوشبینی افراطی نسبت به شخصیت‌ها و اعتماد به وعده‌های سرخرمن مثل اونچه که به هر حال رهبر انقلاب از در واقع در باغ سبز و حکومت حضرت علی و بازگشت روحانیون به حوزه ها سراغ دادن. چهارمی که باید حتما یه تضمین قانونی برای خلعیت از فرد یا نظامی که حاکم شده این وجود داشته باشه که اگه به وعده ها عمل نکرد بتونن مردم اونو خلع بکنن. پنجم اینه که با توجه به اینکه رفراندوم سال 58 که فقط 50 روز بعد از انقلاب انجام شد هنوز همه با هم تبدیل به همه با من نشده بود، اون حاکمیت مطلقه روحانیت پدید نیامده بود، بنابراین امکان تقلب خیلی خیلی ضعیف بود. ولی وقتی در امریکا با وجود این سابقه دموکراسی و وجود احزاب ادعای تقلب میشه، میدونیم که در شرایطی که هزاران حوزه اخذ رأی در ایران وجود دارند و اقتدار و ارعابی که وجود داره، امکان یک رفراندوم آزاد تقریبا غیر ممکنه، مگر اینکه اپوزیسیون به یه حدی از قدرت رسیده باشه که بتونه نظارت کافی بکنه، مثل اونچه که در رفراندوم زمان دکتر مصدق به هر حال مردم حضور داشتن و اون قدرت بود و تونستن اون رفراندوم رو با موفقیت به انجام برسونن. خب در این بخش برنامه دو مهمان داریم. آقای صادق زیبا کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران از تهران با ما هستند و آقای محسن سازگارا تحلیلگر و فعال سیاسی از واشنگتن. به هر دوی شما درود میگیم. خوش آمدید به این ویژه برنامه. آقای زیبا کلام، شما پیشتر گفتید اگر در همه پرسی جمهوری اسلامی چند گزینه هم در برابر مردم گذاشته میشد نتیجه فرقی نمی‌کردش. میشه توضیح بدید منظورتون چه است؟ اگر هر عنوان دیگری برای این رفراندوم انتخاب میشد، جمهوری ملی، جمهوری مردمی، جمهوری دموکراتیک، جمهوری خلقی، هیچ چیزی عوض نمیشد. چرا من این انقدر قرص و محکم میگم؟ برای اینکه اساسا در 12 فروردین 58 به هیچ وجه مشخص نبود که شکل و شمایل این نظامی که به نام جمهوری اسلامی هست چه شکل و شمایلی خواهد داشت، چه گونه خواهد بود. من حتی معتقدم که خود امام، خود رهبران، خود شورای انقلاب، خود دولت موقت، خود آقای محسن سازگارا که اون موقع جزء حالا مسئولین بودن، از مسئولین سپاه بودن و غیره، خود صادق زیبا کلام، هیچ کس هیچ چیز در موردش نمیدونست. ولی با این وجود رأی دادید دیگه. بله بله. دو
دو اینکه اگر هر نام دیگری هم می داشت ظرف 42 سال گذشته هیچ چیز عوض نمی شد. بنابراین این واقعا نهایت خبط و خطاکاری هستش که ما بگیم که اگه اسمش مردمی می شد، اگه اسمش ملی می شد، اگه دموکراتیک بهش اضافه می شد، ما الان این وضعیت رو نداشتیم. بدبختی از زمانی شروع شد که اسمش شد جمهوری اسلامی. اگر نه، زیبا کلمی تو اسباب و علل و عوامل دیگری هستش که امروز ما بعد از 42 سال رسیدیم به اینجا. اگر اینطور هست که شما میفرمایید، چرا آقای خمینی اینقدر اصرار داشت که مخالفین رو ساکت بکنه تو اون مقطع؟ هر کسی که گزینه دیگری جلو رو گذاشت، ایشون میگفت که مخالف جمهوری اسلامی مخالف اسلامه. ببینید، فرض بگیریم ایشون این کارو نمیکرد، 6 تا اسم دیگه، 7 تا اسم دیگه هم تو اون برگه‌های رفراندوم بود و ایشون تمایل خودش رو شب قبل از رفراندوم اعلام میکرد در طریق رادیو تلویزیون که من خمینی میگویم جمهوری اسلامی. ببینید، فرقی نمیکرد، 90% باز میرفتن میگفتن جمهوری اسلامی و نمیمدن بگن که خب یه آپشنای دیگه هم هست، یه انتخابای دیگری هم هست، حالا ما بیاییم به اون انتخابا رأی بدیم. و عرض کردم هر نام دیگری هم روش گذاشته میشد، آقای دهقانپور هیچ چیز عوض نمیشد. شما اعتقاد دارید آقای خمینی دنبال یک بیعت بود به اصطلاح؟ خیر، من البته حرفی که میخوام بزنم هم مورد لعن و نفرین سلطنت طلبا و برانداز ها قرار میگیره، هم مورد لعن و نفرین طرفداران نظام جمهوری اسلامی قرار میگیره. من معتقدم که اساساً آیت الله خمینی به دنبال حکومت کردن نبود، نه به دنبال حکومت کردن بود و نه به دنبال ولایت فقیه بود. منتها من و امثال من و ماها نخواستیم بریم بفهمیم که آقا جون بعد از 22 بهمن 57 چه تغییر و تحولاتی داره در جامعه به وجود میاد، چرا داره به وجود میاد، و نخواستیم روی این مسائل کار بکنیم. بله. به گونه‌ای نگاه کردیم که امام از اول میدونستش که چیکار میخواد بکنه زمانی که در پاریس بود، بنابراین اونجوری که براندازا و سلطنت طلبا و مخالفین انقلاب میگن سر هممون کلاه گذاشته و مثلا یه چیزایی گفت که بهش اعتقاد داره. من اصلا معتقدم ایشون بنا نداشت که حکومت بکنه. خب اجازه بدید ببینیم آقای سازگارا هم همین اعتقاد رو دارن. آقای سازگارا بشنویم پاسخ شما رو به همین پرسش، و این رو هم توضیح بدید آقای سازگارا که آقای خمینی از ولایت فقیه و حکومت اسلامی مرتب صحبت میکرد، چه شد که این در کلام او تبدیل به جمهوری اسلامی شد در اون ماهای قبل از انقلاب و رفراندوم جمهوری اسلامی؟ آقای خمینی توی نفل شاتو صحبت حکومت اسلامی میکرد، تو ایران هم اولا شعار حکومت اسلامی بود. این پیشنویسی که آقای حبیبی مأمور شد بنویسه، تو اون پیشنویس حکومت اسلامی رو اسمشو گذاشت جمهوری اسلامی و آقای خمینی هم موافق بود. از اون به بعد دیگه لغت شد جمهوری اسلامی. ولی منم با دکتر زیبا کلام موافقم، محتوا فرقی نمی کرد هر اسمی روش میگذاشین. اصل 4 قانون اساسی هرچه هست، اون در واقع اصل سیاه اسلامگرایی من بهش میگم، اون کافی بود برای اینکه بقیه چیزا کشک بشه و همه چیز باید مطابق احکام شرع می بود که تا همین امروز هم ادامه داره. من اینم عرض کنم، ببینید آقای خمینی، من هم با آقای دکتر زیبا کلام اینجا هم دلی و موافقت دارم. آقای خمینی در مقطع پیروزی انقلاب و 12 فروردین مثل رهبران فاشیست می توانست از بالا سر تمام نخبگان جامعه رد شه، مستقیم با میلیون ها نفر توده مردم صحبت کنه، ازش حرف شنوی داشته باشن. بنابراین ایشون هر چی انگشت میگذاشت رأی می آورد. آقای خمینی در واقع شاید عقلش هم نمی رسید، چون درکی از دموکراسی هم نداشت. ولی اون چه که درست بود، اگر هم قرار بود رفراندوم باشه، این بود که مردم بپرسن سلطنت آری یا نه، برای اینکه مردم حکومت سلطنتی رو تجربه کرده بودن. ولی حق نداشتن بپرسن جمهوری اسلامی آری یا نه، برای اینکه مردم نمیدونستن توش چیه. نشون به اون نشونی که 9 ماه بعد 12 آذر سال 58 وقتی قانون اساسی نوشته شده بود،
به رفراندوم که گذاشته شد 25% مردم رأی ندادن، 75% رأی دادن. و یک دهه بعد سال 68 اصلاحیه قانون اساسی فقط 54% مردم رأی دادن، یعنی به سختی اکثریت رو آورد، چون یک دهه گذشته بود دیگه مردم میدونستن توش چیه. الان هم اگر رفراندومی باشه باید بپرسی جمهوری اسلامی آری یا نه، برای اینکه مردم دیگه میدونن بعد 42 سال چیه توش، که قاعدتا میگن نه. ولی بعد در مورد ایجابیش باید نمایندگان مردم که قانون اساسی دور هم بشینن بنویسن، آدم‌های دانا متخصص و گزینه‌های مختلف اگر لازمه توش بگذارن، اون رو مخ میشه از مردم پرسید، البته با فرصت کافی و بحث که کافی از سوی نخبگان جامعه. سپاسگزارم از هر دوی شما. همین سوالی رو که آقای سازگارا صحبت کردن، همونطور که اشاره کردیم ابتدای برنامه در توییتر و تلگرام هم پرسیدیم اینکه اگر امروز در ایران یک رفراندوم برگزار شود رأی شما به جمهوری اسلامی چه خواهد بود، یعنی بعد از 42 سال. نتیجه رو می‌بینیم، 93% تقریبا 3% پاسخ نه دادن، 7% حدودا پاسخ آری دادن. همین نسبت هم در تلگرام بر قرار هست، 91-9 هست در اونجا و پاسخ نه دادن. ما از شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق هم درخواست کرده بودیم به پرسش محوری برنامه پاسخ بدن، ولی تا این لحظه پاسخی به پرسشمون دریافت نکردیم. اگر پاسخی بدن قطعا در رسانه‌های اجتماعی صدای آمریکا اون رو انعکاس خواهیم داد. به گزارش مسئولان وقت، زنان در آن مقطع در رفراندوم جمهوری اسلامی بیش از 10 میلیون نفر از واجدین شرایط شرکت در همه پرسی رو تشکیل میدادند. فاطمه سپهری، کنشگر و زندانی سیاسی از مشهد: من به عنوان یک زن در جمهوری اسلامی هیچ حق و حقوقی ندارم، به جز رأی من که برابر است با مردای این جامعه، ولی هیچ جای دیگه هیچ حق و حقوقی از من به رسمیت شناخته نشده. میرم رئیس جمهور بشم میگن زنی، میرم قاضی بشم میگن زنی، میرم شهادت بدم میگن زنی، میرم طلاق بگیرم میگن حق طلاق نداری، میرم سرپرستی فرزندم رو قبول کنم میگن حضانت نداری، میرم درس بخونم میگن حق تحصیل نداری، میرم خارج از کشور برم میگن حق خروج از کشور نداری. منی که در این جامعه هیچ حق و حقوقی ندارم، میرم ارث بگیرم میگن تو نصف مرد داری. پس من در این جامعه اگر برم پای صندوق رأی جمهوری اسلامی، تأیید کردم که قوانین جمهوری اسلامی رو من قبول دارم. لذا از همه زنان میهنم میخوام تا 28 مرداد که فرصت دارن هر روز 5 دقیقه بشینن فکر کنن، ببینن در این رژیم 42 ساله بر زنهای این جامعه چه رفته. هیچ حق و حقوقی نداره. باز هم اگر کسی این شرایط رو قبول داره، زنان این جامعه برن رأی بدن. ولی من به عنوان یک زن پای هیچ صندوق رأی جمهوری اسلامی نخواهم رفت. از مهناز شیرالی، جامعه شناس در پاریس، که این هفته تازه ترین کتابش پنجره به سوی ایران منتشر شده، پرسیدم چه گروه‌هایی از زنان در آن همه پرسی شرکت کردند. اون چه که واضحه یک اقلیتی شرکت نکردن، اونهایی که مخالف حجاب بودن، اونهایی که مخالف جمهوری اسلامی بودن از همون اول خب شرکت نکردن، ولی تعدادشون بسیار کم بود، یک اقلیتی بیشتر نبودن. و اون چه که برای من مهمه اینه که چرا این اقلیت نتونست صدای خودش رو اون موقع به گوش دیگران برسونه، وگرنه همون جوری که خودتون میدونید در تمام پدیده‌های اجتماعی همیشه یک اقلیتی وجود داره، هیچ وقت 100% تمام مردم یک جور فکر نمی‌کنن. اون چه که مهمه اینه که بدونیم چرا زنها از اول انقلاب، اون عده‌ای که مخالف بودن و این روزها رو میدیدن، نتونستن صدای خودشون رو به گوش دیگران برسونن. همونطور که اشاره کردید، اتحاد از این تشکل‌های چپگرا بود که تحریم کرده بود انتخابات رو، ولی پرسش من این هست که چطور زنان ایران که در اون مقطع با حتی فمینیست‌های غربی در ارتباط بودن چنین مسیری رو رفتن به نظر شما؟ برای اینکه همچنان نه اون موقع بلکه امروز ما یک اشتباه خیلی بزرگ و هم دانشگاهیامون هم روشنفکرانمون و هم مبارزینمون انجام میدن، و اون اینه که فکر میکنیم که هر اتفاقی توی اروپا و امریکا در جهان غرب افتاده، باز همون سلسله مراتبی که توی غرب به وجود اومده باید تو ایران هم به وجود بیاد. یعنی ما
زمینه های تاریخی، سیاسی و اجتماعی ایران رو فراموش میکنیم. و چون مثلا فرض بگیرید فمینیسم یا حرکت زنان، حرکت برابری خواهی زنان در اروپا بعد از انقلاب مدرن به وجود اومد، بعد از اینکه مردها به آزادی رسیدن، بعد از اینکه حقوق بشر در غرب به ثبت رسید، زنها اومدن گفتن پس ما چی؟ چرا ما نباید حقوق برابر داشته باشیم؟ و اون وقتی که حرکت‌های فمینیستی به وجود اومد در غرب. اما در ایران شرایط کاملا فرق میکنه از نظر تاریخی، سیاسی، اجتماعی. ما با حکومتی در کار هستیم که نتیجه یک انقلابه و این انقلاب یکی از دلایل خیلی مهمش این بود که رفرم‌های زمان شاه ترس خیلی زیادی در ارتباط با زنها به وجود آورده بود، برای که زنها به آزادی رسیده بودن تا یه حدودی و این در دل جامعه ترس انداخته بود. خمینی یکی از شعارهاش که خیلی خیلی کار کرد و مردم به خودش جذب کرد این بود که میگه بابا اینها زنهای ما رو فاسد کردن و مردم باور میکردن. اولین کاری هم که خمینی کرد این بود که وقتی که به حکومت رسید برای اینکه جمهوری اسلامی رو جا بندازه، کاری که کرد خودتون دیگه یادتونه، اون موقع بچه بودین، منم همینطور، ولیکن ما یادمونه که 8 مارس سال 1000 یعنی اومدن که نصف جامعه رو مطیع خودشون به زیر یوغ خودشون کشیدن و جمهوری اسلامی این چنین بود که استوار شد بر گرده های ملت ایران و امروز هم چنان میتازانه. این استش که برای رهایی از جمهوری اسلامی ما نمیتونیم ثبت کنیم اول حقوق بشر در ایران با پاورجا بشه، بعدم بیایم بگیم خب زنها رو هم آزاد کنیم. از اونجایی که با حکومتی در طرف هستیم که اول زنها رو به زیر یوغ خودش کشید، با آزادی زنها میتونیم با اینها مبارزه بکنیم. در نتیجه مبارزه مردم ایران امروز از مبارزه زنان جدا نیست، بلکه به هم پیچیده است و یکی شده و همینطور که خودتون تا حالا حتما متوجه شدین و دیدین 100% زنها هستن که در صف اول مبارزه با جمهوری اسلامی قرار دارن. زنها هستن که حجاب رو بر سر چوب کردن و بر روی سکوها ایستادن. زنها هستن که مطالبه گر شدن، منتظر نیستن که مردها بهشون چیزی بدن، خودشون اومدن در صف اول مبارزه قرار گرفتن. در یک رفراندوم در آینده حقوق اقلیت‌ها در ایران چگونه تضمین خواهد شد؟ رضوانه محمدی، کنشگر حقوق اقلیت‌های جنسی. همه پرسی 12 فروردین ماه 58 و روی کار اومدن جمهوری اسلامی، درسی که برای آینده و برنامه ریزی برای فردای پس از جمهوری اسلامی داره، داشتن برنامه مدون و واگذار نکردن امور به آینده است. هیچ یک از گروه‌های به حاشیه رانده شده و در اقلیت نباید امور رو صرفاً به گروه‌های سیاسی واگذار کنند. تمامی ما باید حقوق خودمون رو طلب کنیم و از همین حالا تکلیف خودمون رو با گروه‌های اپوزیسیون بدونیم. در فردای پس از جمهوری اسلامی گروه‌های مختلف همچون همجنسگرایان، دو جنسگرایان، افراد ترنس و سایر اعضای جامعه LGBTQ چه جایگاهی دارند؟ چیزی که ما می‌خوایم به رسمیت شناخته شدن و داشتن حقوق بنیادین به عنوان شهروندان این جامعه است و در بهترین حالت رعایت تمامی موازین حقوق بشری و اصول یوگا کارتا است. شاید در گفتار ساده باشه، اما دقیقاً تمامی چیزهایی است که 42 ساله که ازشون محرومیم و برای دستیابی به ساده‌ترین مسائل هزینه دادیم. به علاوه باید نقض حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی مانند سایر امور مستند بشه تا بتونیم نه تنها جمهوری اسلامی رو همین حالا برای نقض حقوق بشر تحت فشار قرار بدیم، بلکه در آینده نه چندان دور ناقضین حقوق بشر رو برای اعمال خودشون پاسخگو کنیم. دادخواهی برای تلف شدن زندگیمون، دادخواهی برای عزیزانی که از دست دادیم و دیگه در میان ما نیستن. و صحبت‌های جورج هارونیان، کنشگر جامعه آمریکایی‌های ایرانی تبار یهودی در لس آنجلس رو با هم بشنویم. ملت ایران چه از نسل 57 تا جوانان امروز به این نتیجه رسیدند که بنای نو بر مبنای احترام به حقوق تمام افراد و بر مبنای مردم سالاری باید بنیان کرد و این بار محتوای حکومت شرط است و نه نام آن. این بار باید امکان بحث و انتقاد باشد و نه ترس از انتقام. باید آگاهی رسانی باشد و نه گمراهی و باید ملی بود
و مذهب حق دخالت در سیاست را نداشته باشد. رعایت حقوق تمام اقلیت‌ها چه مذهبی، دینی و یا ملی از واجبات یک نظام مردم سالار است. یهودیان ایرانی که حضورشان در آن آب و خاک قدمت 2700 ساله دارد، اکنون به شهروندان درجه دو و در مورد زنان شهروندان درجه سه نزول پیدا کردند. بیدلیل نیست که نزدیک به 80-90% آنان نیز از ایران، از سرزمینی که در آن ریشه دارند و به فرهنگ آن عشق می‌ورزند، رخت بربستند. رجاء واثق دارم که در ایران آزاد آینده ایرانیان یهودی مقیم ایران و چه آنانی که به اجبار از آن کوچ کرده اند در ساختن کشوری پیشرو و مرفه و در صلح با همسایگانش نقش آفرین خواهند بود. متشکرم. در رفراندوم فروردین 58 حدود 18 میلیون تعرفه رأی منتشر شد، اما ناگهان این تعداد به 24 میلیون رسید. حسین لاجوردی، کارشناس وقت جمعیت و آمار در سازمان برنامه ایران: ما در مرکز آمار ایران که مسئولیتش با خود من بود یک بررسی کردیم نسبت به سرشماری سال 55، یعنی حدود دو سال بعد از سرشماری 55 مسئله 57 بود. ما در سال 55 34,278,000 جمعیت داشتیم. بر اساس اون بررسی کردیم در سال 57 جمعیتی که داشتیم 35 میلیون، یا حالا اگر دقیق تر بخوام خدمتتون بگم 35,290,000 جمعیت داشتیم. وقتی که آمدن سن رأی‌گیری رو پایین آوردن، باز ما بررسی مجددی رو کردیم. بررسی مجدد ما این بود که کل کسانی که میتونستن در رأی‌گیری شرکت بکنن از نظر آماری که ما در مرکز آمار تهیه کرده بودیم بود 18,798,400 نفر، یعنی 18,700,000 نفر در عمل. من شب قبل از این رفراندوم در دفتر آقای صادق طباطبایی معاون وقت وزیر کشور بودم. ایشون منو خواسته بود که بررسی آماری بکنیم و وقتی من این آمار رو به ایشون ارائه کردم، بحث ما در این بود که آیا تمامی این جمعیت میتونن بیان رأی بدن؟ طبیعی است که در هیچ کجای دنیا کل جمعیت نمیاد رأی بده. بررسی که جمهوری اسلامی کرده بود میگفت 98.2% موافق جمهوری اسلامی بودن، دقیقا میشه 15,414,000 نفر. باز فرضمون بر اینه که تمام آدم ها آمده باشن، از اونهایی که مخالفن، از اونهایی که زندانیان، از اونهایی که بیمارن، از اونهایی که در مناطق روستایی صعب العبور ایران مثل بشاگر که مثلا اون زمان چند روز طول میکشید بهش برسیم، ما در کلات خراسان، در نمیدونم گرمی آذربایجان، همه اینها رو اگر شما روی هم بگذارید تمام جمعیت رای دهنده آمده باشن رای داده باشن، بر اساس آمار جمهوری اسلامی میشه میتونست 15,414,000 نفر باشه. 11 صبح روز 12 فروردین من تماس گرفتم با دو گروهی که یک گروه از مرکز آمار ایران، یک گروه از دانشجوهایی که با من کار میکردن رو فرستاده بودم به مراکز رأی‌گیری. مجموعاً حدود 50 و چند نفر رو در دو گروه فرستاده بودم. اینا چند تا سرگروه داشتن که 11 صبح با من اینا تماس گرفتن و من رادیوی ماشینم رو باز کردم 11 صبح، گفتم تا الان 20 میلیون رأی آمده. اینها منو بردن به صندوق‌های رأی‌گیری. اونجا آخوندهای مسئول حوزه‌ها بودن. این دسته‌های رأی رو که دست صدتایی بود می‌دادن دست آدم‌ها، می‌گفتن بگو مرگ بر شاه و اونا رو می‌ریختن تو صندوق. ساعت 6 و 7 بعد از ظهر بود، مجدداً آقای طباطبایی به من زنگ زدن که یه سری بیایید وزارت کشور. ما رفتیم وزارت کشور. آقای دهقانپور، باور کردنی واسه‌تون نیست، متجاوز از 30 میلیون رأی آمده بود. جمهوری اسلامی با 20 میلیون و
9595 نفر برنده شده. به عبارتی 5 میلیون نفر از کل جمعیت رای دهنده ایران بیشتر. اما نسل امروز ایران که در رفراندوم 58 حضور نداشت چه نگاهی دارد؟ نسیم بهروز عضو شبکه فرشگرد. جمهوری اسلامی در 42 سال گذشته علاوه بر ستم به شهروندان ایران بر واژه‌ها نیز ظلم کرده. یکی از این ظلم‌ها استفاده از واژه‌های رفراندوم و همه‌پرسی و انتخابات بوده. اون چه در 12 فروردین 1358 اتفاق افتاد نه رفراندوم بود و نه حتی انتخابات آزاد، بلکه سوء استفاده بود از احساسات همراه با جهل مردم. کمتر از دو ماه بعد از قدرت گرفتن خمینی و همراهانش با هدف بیعت گرفتن برای نظامی که اساساً قانون اساسی هم نداشت و تازه 6 ماه بعد قانون اساسیش تهیه و منتشر شد. مخفی نبودن آرا هم سندی دیگه از غیر آزاد بودن رأی‌گیری 12 فروردین 58. در فردای آزاد بعد از جمهوری اسلامی مردم پیش از این که پای صندوق رأی برن باید دقیق و با جزئیات بدونن که به چی و کی قرار رأی بدن و فضای آزاد و زمان کافی برای بیان آرای موافق و مخالف وجود داشته باشه. مشخصا درباره محتوا و شکل نظام آینده باید جلسات تدوین قانون اساسی در مجلس مؤسسان منتخب مردم به طور علنی برگزار و پخش بشه و قانون یا قوانین اساسی پیشنهادی پیش از هر گونه رأی‌گیری به عرصه عمومی به بحث گذاشته بشه. بعد از همه اینها مردم باید بتونن در یک انتخابات آزاد و منصفانه به نظام مطلوبشون رأی بدن. اخیراً 102 کنشگر داخل ایران در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان پشتیبانی از برگزاری یک همه‌پرسی برای گذار از جمهوری اسلامی شدند. کوروش زعیم عضو شورای رهبری جبهه ملی ایران از تهران از امضا کنندگان این نامه از درس‌های رفراندوم 58 می‌گوید. رفراندومی که ما خواهانش هستیم از رفراندوم مهندسی شده و فریبکارانه سال 58 بسیار متفاوت خواهد بود. اونچه که ما برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت به یک نظام دموکراتیک و فارغ از دخالت باورهای مذهبی در قانون گذاری و مدیریت کشور طراحی و پیشنهاد کردیم، برای جلوگیری از رویارویی و خونریزی با اعلام عفو عمومی و امنیت کامل کارگزاران جمهوری اسلامی لغو حکم اعدام و منع مصادره اموال خواهد بود. همزمان یک کارگروه از شخصیت‌های برجسته در تخصص‌های ضروری برای حفظ دیوان سالاری کشور و جلوگیری از هرج و مرج به طور موقت جای دولت موجود را خواهند گرفت. نهادهای شورای نگهبان و خبرگان لغو و انتخابات مجلس مؤسسان زیر نظارت سازمان ملل انجام خواهد شد. مجلس مؤسسان پیشنویس‌های موجود قانون اساسی آینده را و پیشنهادهای جدید را برای تدوین قانون اساسی مردم سالار روزآمد بر پایه بهترین تجربه‌های کشورهای دموکراتیک جهان بر پایه جدایی دین از امور کشوری و لشکری تدوین خواهد کرد. همه شهروندان میهن ما خواهند توانست بر پایه استعداد و خواست خود به هر سمتی که مایل باشند استخدام یا انتخاب شوند. قانون اساسی مصوب مجلس مؤسسان زیر نظارت سازمان ملل و همه حزب‌های سیاسی و همه رسانه‌ها که آزاد خواهند بود به همه پرسی گذاشته خواهد شد. پس از تایید قانون اساسی انتخابات سراسری آغاز خواهد شد. انتخابات مجلس شورای ملی بر پایه جمعیت در حوزه‌های انتخاباتی و انتخابات مجلس مهستان بر پایه دو نماینده از هر استان. خب در این بخش از برنامه دو مهمان داریم، آقای جمشید برزگر تحلیلگر مسائل ایران از لندن و آقای محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر سیاسی از مشهد به ما میپیوندن. به هر دوی شما درود میگیم، خوش آمدید به این ویژه برنامه. آقای جوادی حصار، با این تعبیر بعضی کارشناسان موافقید که اولین تقلب انتخاباتی در ایران در رفراندوم 12 فروردین 58 صورت گرفته، فارغ از بحث محبوبیت ها و نفوذ کلامی که آقای خمینی در اون زمان داشت؟ به نام خدا و تبریک سال جدید به شما و میهمانان محترم برنامه و جناب آقای برزگر.
به نظر من مقدمه هر حرفی تعیین کننده معنای اون حرف خواهد بود. یعنی اگر ما مقدمه رو درست نگیم، حرف بعدی معنای خاصی پیدا میکنه. از آقای دکتر شفیع کدکنی نقل هست که شما شعر حافظ رو باید در شعر حافظ معنا کنید و شعر رو در فضای شعر باید معنا کنید. اگر غیر از فضای خودش بیت رو معنا کنید، میتواند معانی متفاوتی داشته باشه. ببینید، آنچه که مسلم است این است که در انقلاب 57 در حقیقت مردم نوع حکومت رو پیشا پیش تعریف کرده بودند. در تظاهرات‌های خیابانی، در شعارها، در مباحثی که مطرح شده بود و تمام گروه‌های سیاسی چپ و راست و ملی و مذهبی در حقیقت حکومت مطلوب خودشون رو به نوعی در مواضع و بیانیه‌ها و آراء و سخنانشون مطرح کرده بودن. حتی مراجع تقلید هم نظرات خودشون رو بارها اعلام کرده بودن. لذا وقتی که آقای خمینی آمد و حرف از این زد که جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، در حقیقت محصول اون منازعات بود. منازعاتی که از نگاه ایشان فکر میکرد که هر کدوم از اینها بخواد در بستر رفراندوم قرار بگیره میتواند منشأ اختلاف و پراکندگی در کشور باشه. از نگاه ایشان ایران از منظر یک امام و یک امت تعریف میشد، ملتی که با او بیعت کرده بودن و او در روز ورودش در بهشت زهرا گفت من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. وقتی میگه من دولت تعیین میکنم و من تو دهن این دولت میزنم، شیوه حکومتداریش از همونجا اعلام کرده که من به نمایندگی از ملت هر حرفی رو بزنم مورد استظهار و پشتیبانی ملت خواهد بود. لذا این که بگوییم اونجا تقلب شده یا دروغ گفته شده، هر کسی از منظر خودش میتونه به قضیه نگاه بکنه. ولی به نظر من همونطور که سخنگویان قبل از بنده فرمودن، مثل آقای زیبا کلام و آقای سازگارا، واقعا عنوان معنایی نداشت، ظرف معنایی نداشت. محتوایی که آقای خمینی و جریان همراه آقای خمینی در 57 در ایران عرصه آورده بودن، او در هر ظرفی ریخته میشد همین محتوا بیرون میومد. اصلا شکل حکومت و عنوانش و اینا اصلا هیچ معنایی نداشت. بارها من گفتم، اینو عرضم الانم عرض میکنم، در 10 سال اول، حتی نه در اون سالهای اول، نه اون لحظات اول، در 10 سال اول حضور امام در ایران، ما همه مناسب حکومتیمون فرع بر نظر امام بودن. یعنی اگر مجلس داشتیم، چون اگر فردا صبح اعلام میکرد مجلس تعطیل، این مجلس به درد نمیخوره، مطمئن باشید مجلس کاری نمیتونست بکنه و مجلس تعطیل میشد. ریاست جمهوری هم همینطور بود، قوه مقننه و قضاییه هم همینطور بودن. لذا من حرفم اینه که قوه قضاییه همینطور بود. بله. حرفم اینه که بیعتی که پیشاپیش و در جریان مبارزات با امام شکل گرفته بود، اون محتوای خودش رو در هر بستری میریخ همین در میومد که در اومد. آقای برزگرد، نظرتون در مورد همین پرسش چه هست؟ و برمیگردم باز دوباره به بحث این تخلفات و تقلب، این که به هر شکل ما مجری داشتیم در رفراندوم که بی‌طرف نبوده و موارد متعددی که در طول برنامه توضیح داده شد، غیر از بحث که الان هم صحبت شد آقای جوادی حسار گفتن در مورد جایگاه آقای خمینی. میشه از برحال اگر به عنوان مثال صحبتهایی که آقای لاجوردی کردن یا کسان دیگری در مورد اصولا افراد واجد حق رأی در اون زمان رو بررسی بکنیم، آمارها برحال خیلی دقیق و گویا نیست و ما در واقع با سوالاتی مواجه میشیم. اما واقعیت این هستش که خیلی تعیین کننده نیست آقای دهقان پور این ماجرا در اون شرایطی که ما ازش داریم صحبت میکنیم، یعنی در 12 فروردین 1358 خیلی تعیین کننده نبود. این که حالا مثلا فرض کنید که این چند میلیونی هم که آقای لاجوردی گفتن اگر حتی پذیرفته بشه و اسناد دقیق وجود داشته باشه که ثابت بکنه، یه خیلی تعیین کننده نیست. یعنی فرض کنید اساسا جمهوری اسلامی نه با 98 بلکه با 90% آرا، با 85% آرا، با 80% آرا هنوز آمار فوق العاده بالایی هستش. کما اینکه قانون اساسی که به هر حال منشأ و منبع تمام گرفتاری های بعدی است، با رأی 98% که تصویب نشد ولی به هر حال مشروعیت کافی پیدا کرد. بله، اونجا 75%
درسته. متوجه نشدم سوالتون. همون گفتم که درسته اشاره کردید که 75% در واقع در همین رو عرض می‌کردم. بنابراین مسئله تقلب و تخلف خیلی به نظر من در اونجا اهمیت نداره. اتفاقی که افتاد این بود که در واقع به کسی، به هیچ گروهی، به هیچ جریانی اجازه داده نشد که با آگاهی بخواد تصمیم بگیره. این به مراتب مهمتر از اون هستش که مثلا فرض کنید در نحوه برگزاری اون انتخابات یا جابجایی میزانی از آرا که به هر حال به نظر من تعیین کننده نبود بخوایم بحث بکنیم. اون چی که اتفاق افتاد این بود که چیزی به رأی گذاشته شد که هیچ کس نمیدونست چیه. یعنی حتی اگر به صحبت ها و سخنان روحانیون بلند پایه در اون زمان، مثلا فرض کنید صحبت های آقای طالقانی رو شما در نظر بگیرید از یک طرف، آقای منتظری رو از یک طرف دیگه، خود آقای خمینی رو از یک طرف دیگه، اعضای شورای انقلاب رو میبینید که اظهار نظرهای متفاوت و متضاد و متناقضی درباره ماهیت جمهوری اسلامی مطرح میشه. این نکته است که به هر حال چندان مورد توجه قرار نگرفت. در این معنا که مثلا فرض فرمایید کسی مثل دکتر مصطفی رحیمی وقتی اومد در این مورد مقاله نوشت و توضیح داد که چرا به جمهوری اسلامی رأی نمیده، یک مقاله تقریبا منحصر به فرد بود، یعنی نمونه های مشابه فراوانی نداشت. این سوال برای کسی مطرح نبود که ما به چه چیزی داریم میگیم آری، و به نوعی در واقع شاید اون خدعه هم اینجا عمل کرد. یعنی در واقع یک نوع فریب افکار عمومی در سطح کلیش بود که در صحبت هایی که آقای مهندس شریعت مداری، آقای سازگارا و آقای زیبا کلام هم مطرح کردن، به نوعی به اونها به اون اشاره شد. و اون نکته این بود که در واقع نه به نظام سلطنتی رو که به هر حال یک با یک حضور مردم در خیابان‌ها عملا دیده شده بود و عملا این اتفاق افتاده بود، این نه به اون نظام پیشین رو در واقع به نوعی تبدیل کردن به آری به یک نظام جدیدی که یک نظام سیاسی جدیدی که کسی از محتوای اون مطلع نبود، کما اینکه قانون اساسی او این نظام 7-9 ماه بعد به رأی گذاشته شد. بنابراین اساسا کسی نمیدونست داری به چی رأی داد میده و این خب طبیعتاً محل بحث و ایراد هست. خب ما خیلی وقت کمی داریم، حدود یک دقیقه میخوام این پرسش رو از هر دوی شما پاسخش رو بشنوم اگه لطف کنید. آقای جوادی، سال اول شما، بعد آقای برزگر در 15 ثانیه. آقای احمد خاتمی حتما شنیدید گفت که هر رأی که به صندوق انداخته می شود رأی آری مجدد به نظام جمهوری اسلامی ایران است. موافقید آقای جوادی اسا؟ مخالف. 100% مخالفم با این. آقای برزگر؟ 100% موافق هستم. برداشت درستی است. اگر شما به هر حال دولت چه فرقی میکنه، دولت احمدی نژاد باشه یا دولت حسن روحانی که در اون 1500 نفر کشته میشن، اگر همچنان برویم و برویم، یعنی که کلیت این ماجرا رو ما قبول داریم. اختلافمون سر جزئیاتی است که آیا مثلا دولت آقای روحانی باشه، دولت آقای خاتمی باشه یا دولت آقای احمدی نژاد، در نهایت شرکت در انتخابات در ذات خودش به معنای پذیرفتن کلیات اون حکومت محسوب میتواند بشه. تشکر میکنم از هر دوی شما. عذر میخوام که وقتمون محدود بود برای این بخش، ولی حتما با هر دوی شما سعی میکنیم بحث رو دنبال بکنیم در آینده. بحث رو در شبکه‌های اجتماعی قطعا ادامه خواهیم داد. برنامه روی خط صدای آمریکا رو از دست ندهید و نظرسنجی صدای آمریکا هم که دارید می‌بینید. پرسیدیم اگر امروز یک رفراندوم در ایران برگزار شود، رأی شما به جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ حدود 93% رأی ندادن. تا دیدار دیگر شما رو به خدا می‌سپارم.